خط مهمترین خبرها. تفاهم میان افغانان عامل ثبات دائمی در افغانستان. نماینده ویژه امریکا و حامد کرزی گفتگو میان افغانان را عامل اساسی ثبات در افغانستان میدانند. کل کشورهای جهان خواستشان یک چیز است از طالبان و تشکیل یک حکومت مشروع ملی با مشارکت سیاسی هم افغان ها هست. نگرانی ازبکستان از ساخت کانال قشت په در افغانستان. ازبکستان ساخت کانال قشت په را عامل بی‌نظمی و عدم تعادل آب در آسیای میانه میداند. راه اندازی این کانال میتواند رژیم آب و تعادل را در آسیای مرکزی به طور اساسی تغییر دهد. کوچکترین حرکت را که یا حاکمیت انجام داد به خاطر قشت په، اونا در حقیقت سر و صدایشان بلند شده. زاویه های پنهان حمله مرگبار در فرودگاه کابل. پنتاگون از دستور بررسی حمله مرگبار دو سال پیش در فرودگاه کابل خبر داده است. این بررسی دوباره به اساس فشار جمهوری خان صورت میگیره که در قوای مقننه امریکا دارای اکثریت میباشند. تمسخر ایران از تحریم های تازه امریکا. همزمان با سالگرد مرگ مهسا امینی، امریکا تحریم های جدید بر حکومت ایران وضع کرده است. با درود و مهر بر شما، من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز شنبه برابر است با 25 سنبله سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. شوکت میرزیوییف رئیس جمهور ازبکستان در واکنش به ساخت کانال قشت په از سوی امارت اسلامی گفته که این کانال بر سرازیر شدن آب در آسیای میانه اثر خواهد گذاشت. آقای میرزیوییف در نشست سران صندوق بین المللی برای نجات دریای آرال در پایتخت تاجیکستان خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی همه جانبه ساخت کانال قشت په و تاثیر آن بر رژیم آبی آمودریا شده است. او همچنان پیشنهاد کرده که افغانستان در گفتگوها بر سر استفاده مشترک از منابع آبی در آسیای میانه شرکت کند. امارت اسلامی اما تا کنون در این مورد چیز نگفته است. نگرانی ازبکستان درباره ساخت کانال قشت په در شمالی افغانستان. شوکت میرزایوف در نشست سران صندوق بین المللی برای نجات دریای آرال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته ساخت کانال آبی قشت په در افغانستان بر سرازیر شدن آب در آسیای میانه اثر میگذارد. شما به خوبی میدانید که طرف افغانستان فعالانه در حال ساخت کانال قشت په است. راه اندازی این کانال میتواند رژیم آب و تعادل را در آسیای مرکزی به طور اساسی تغییر دهد. در این نشست رئیسان جمهوری سه کشور آسیای میانه در مورد پیامدهای ساخت کانال قشت په در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. از این میان رئیس جمهور ازبکستان بر تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی همه‌جانبه از این کانال تاکید کرده است. تشکیل کارگروهی مشترک را برای بررسی همه جوانبه احداث کانال قشت په و اثر آن بر رژیم آبی دریای آمو با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی کشورهایمان ضروری می‌دانیم. کوچکترین حرکت را که یا حاکمیت انجام داد به خاطر قشت په، اونا در حقیقت سر و صدایشان بلند شده و ای هم فشار سیاسی هم است که بالای حاکمیت وارد میکنن و همچنان ای حاکمیت هم در حقیقت نوع دزدان است به خاطر از اینکه اونا طرف شمالشان هم باید درها باز باشه و گاز و نفته که از جانب روسیه می از این طریق میره تا دورخم و تا اینجا نه. فکر میکنم که حرف بسیار جدی است. ای که جمهور ازبکستان اداره دارن یا قابی ایران هستن، ای همه جنبای سیاسی داره که نوع فشار میخواین بالای امارات استانبول وارد کنن که از اصلا امتیازات برشه ایشان و از این کشورها قلشان. کانال آبی قشت په بزرگترین پروژه انتقال آب در شمال افغانستان است
که ظرفیت انتقال 10 میلیارد متر مکعب آب از رودخانه امو دارد. این کانال حدود نیم قرن پیش در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان طراحی شد، اما جنگ و ناامنی در افغانستان مانع بهره برداری از این پروژه شده بود. در نظام جمهوریت هم به دلایل جنگ و ناامنی این پروژه عملی نشد. پس از تنش‌های آبی میان افغانستان و ایران بابت عقابه هیرمند، حالا مسئله کانال قشتیپه میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه خبرساز شده است، موردی که تاکنون امارت اسلامی واکنش نداشته است. حامد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان در نشست آنلاین با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روی گفتگوهای میان افغانی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای کرزایی میگوید که تفاهم میان افغانان یک ضرورت اساسی برای رسیدن به ثبات دائمی در کشور است. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزون بر تشکیل دولت فراگیر روی موضوعهای اقتصادی و باز شدن درب مکتب‌ها برای دختران و همکاری آمریکا در زمینه آموزش جوانان نیز تأکید کرده است. همیرا یوسفی به جزئیات این گزارش پرداخته است. گفتگوهای میان افغانان عامل ثبات دائمی در افغانستان. حامد کرزایی رئیس جمهور پیشین کشور در یک نشست آنلاین با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روی اجماع ملی در کشور تاکید کرده و میگوید که گفتگوهای میان افغانان عامل عمده ثبات دائمی در افغانستان است. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزون بر اجماع ملی روی موضوعات اقتصادی و باز شدن درب مکتب‌ها برای دختران و همکاری آمریکا در زمینه آموزش جوانان نیز تاکید کرده است. برای ثبات دائمی و صلح در افغانستان گفتگوهای میان افغانان یک ضرورت اساسی است. همین گونه که برای پیشرفت کشور آموزش پسران و دختران یک امر ضروری است، و از ایالات متحده می خواهم که زمینه تحصیل جوانان افغانستان را فراهم کند. علم هم فرض است و هم از جمله حقوق اساسی انسان ها. طالبان این موضوع را 25 سال قبل محول ساخته بودند به امر ثانی که تا به امروز زمانش فرا نرسیده. معلوم میشه که موضوع تحصیل در افغانستان قابل حل نیست. آگاهان هم به این باورند که تشکیل یک دولت فراگیر نه تنها خواست آقای کرزایی بل خواست اساسی تمام مردم افغانستان و جهان است. آنان میگویند که حکومت کنونی برای برداشتن بهانه های جهان باید به اجماع ملی تن دهند تا به مشروعیت جهانی دست یابد. نه تنها خواست آقای حامد کرزایی بلکه آقای توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در ارتباط افغانستان از طالب ها تشکیل یک حکومت ممثل ملی فراگیر با مشارکت سیاسی، حکومت همشمول، حکومتی که واقع نمایندگی از مردم افغانستان کنه هست، بلکه کنفرانس شانگهای، همچنان فرمات مسکو، کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و جهان و چهره های پیشین کشور همواره روی ایجاد یک تفاهم میان افغانان و دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند و آن را عامل بر رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست از سوی جهان می دانند. امارت اسلامی اما پیوسته گفته که حکومت سرپرست فراگیر است و از کشورهای جهان خواسته تا در مسئله های داخلی افغانستان مداخله نکنند. هرچند امارت اسلامی کمیسیون تماس با شخصیت ها را ایجاد کرده، اما گذر زمان مشخص خواهد کرد که آیا امارت اسلامی به این خواست‌ها تن خواهد داد یا خیر. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشست فرمت مسکو در باره افغانستان شرکت میکند. خبرگزاری باختر گزارش داده که آقای متقی در نشست فرمت مسکو که در 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه درباره افغانستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. قرار است در این نشست نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشته باشند. پیشتر ماریا زاخوروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که در نشست فرمت مسکو درباره وضعیت کنونی افغانستان، آشتی بین افغان‌ها، امنیت منطقه و بازسازی افغانستان پس از جنگ گفتگو می شود.
انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان گفته که در مورد مهاجران غیرقانونی در پاکستان یک پالیسی مؤثر را بروی دست گرفته است. آقای کاکر روز گذشته در یک نشست خبری تأکید دارد که بر بنیاد این پالیسی مهاجران غیرقانونی و بدون سند اقامت افغانستان دوباره به کشورشان برگردانده خواهند شد. آگاهان مهاجران اما به این باورند که فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده تا شهروندان کشور به پاکستان و ایران سرازیر شوند. نجیب محمدی گزارش می‌دهد. اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان. انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان گفته که در مورد مهاجران غیرقانونی در پاکستان یک پالیسی مؤثر را روی دست گرفته است. آقای کاکر روز گذشته در یک نشست خبری تأکید دارد که بر بنیاد این پالیسی مهاجران غیرقانونی و بدون سند اقامت افغانستان دوباره به کشورشان برگردانده خواهند شد. هم این تینو کاتگوریز کو مد نظر ما افغانان را به کشورشان برمیگردانیم و هیچ کس بدون ویزا اجازه زندگی در پاکستان را نخواهد داشت. افغانهای مقیم پاکستان را به سه دسته تقسیم کرده ایم که شامل افغانهای دارنده اسناد قانونی، بدون اسناد و افغانهای که هویت جعلی دارند. آگاهان هم به این باورند که فقر و بیکاری افغانها را وادار ساخته تا به کشورهای همسایه پناه ببرند. متاسفانه بعد از فروپاشی نظام جمهوریت به تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناهنده شدند که همیشه مشکلاتی در صدر راهشان بوده، به خصوص در قسمت ثبت نام عزیزانشان در مدارس، همچنین در دانشگاه ها، نداشتن اجازه کار، نداشتن یک ویزه دراز مدت و همچنین مهمتر از همه نداشتن کارت بیمه یا کارت درمانی. این در حال است که پاکستان در جریان چند روز گذشته حدود 550 مهاجر افغان را بازداشت کرده و این بازداشت ها درست در جریان روزهای صورت گرفته است که نیروهای امارات اسلامی و مرزبانان پاکستانی در نزدیکی دروازه تورخم به تبادل آتش پرداختند و در پی آن گذرگاه مهم ترانزیتی تورخم نیز برای 9 روز مسدود شده بود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون دستور داده تا با نیروهای آمریکایی که در هنگام حمله انتحاری در فرودگاه کابل در سال 2021 حضور داشتند گفتگو شود. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس این گفتگوها به دلیل افزایش انتقادها مبنی بر اینکه این حمله میتوانست خونسا شود صورت میگیرد. در بخش از گزارش آمده که جنرال مایکل اری کریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا این فرمان را در پاسخ به نگرانی ها مبنی بر اینکه ممکن است برخی اطلاعات در تحقیقات اولیه درباره این حمله نادیده گرفته شده باشد صادر کرده است. سفین ناصری جزئیات می‌دهد. بررسی حمله مرگبار 2 سال پیش در فرودگاه کابل. حمله‌ای که در 26 ماه آگوست 2021 در ورودی فرودگاه کابل در جریان تخلیه رخ داد و 170 افغان و 13 نیروی آمریکایی را قربانی گرفت. اکنون وزارت دفاع آمریکا دستور داده تا برای بررسی دوباره حمله انتحاری در فرودگاه کابل در زمان خروج با 22 سرباز آمریکایی که در هنگام این حمله حضور داشتند گفتگو شود. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس این گفتگوها به دلیل افزایش انتقادها مبنی بر اینکه این حمله می تواند خونسا شود صورت می گیرد. هدف از این گفتگوها این است که اطمینان حاصل کنیم که با اطلاعات جدیدی که به دست آمده است دقت لازم را انجام می دهیم. صداهای مربوطه به طور کامل شنیده می شوند و این گزارش ها را می گیریم و آنها را به طور جدی و کامل بررسی می کنیم تا حقایق آشکار شود. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، جنرال مایکل اری کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، این فرمان را در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است برخی اطلاعات درباره تحقیقات اولیه درباره این حمله نادیده گرفته شده باشد، صادر شده است. تحقیقات کنونی ایالات متحده آمریکا در مورد حمله که در زمان خروج اینا در میدان هوایی کابل رخ داد، من این را خیلی بازجید می‌دانم. اگر اینا دست و پاچنه می شدن و با یک برنامه منظم افغانستان را ترک می کردن شاید چنین یک حادثه صورت نمی گرفت. پنتاگون این دستور را در حال صادر کرده که حکومت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان زیر فشار شدید جمهوری خواهان قرار گرفته است.
این بررسی دوباره بساس فشار جمهوری خان صورت میگیره که در قوای مقننه امریکا دارای اکثریت میباشند و مسئله خروج عساکر امریکایی از افغانستان را با جو بایدن به یک دردسر بزرگ تبدیل کردن تا فاکتای بیشتری یافت شود علیه جو بایدن. این گونه حوادث در افغانستان یکی نه، ده نه، صد نه، بلکه هزار هاست و هیچگاه بررسی هم نشده، چه رسه به بررسی دوباره. واکنش ها مبنی بر این حمله پس از آن شدت گرفت که دولت امریکا از انتشار بررسی های دقیق انجام شده توسط وزارت امور خارجه و پنتاگون خودداری کرده و گفته که این بررسی ها محرمانه اند. 18 تن از کارمندان یک نهاد بین المللی از سوی نیروهای امارت اسلامی در ولایت غور بازداشت شدند. مؤسسه مأموریت کمک بین المللی در اعلامیه تایید کرده که 18 کارمند این نهاد هفته گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی لعل و سرجنگل بازداشت شدند. این مؤسسه اما از دلیل بازداشت کارمندانش اظهار بی‌خبری کرده است. امارت اسلامی تا کنون بازداشت کارمندان این نهاد بین المللی را تایید و یا رد نکرده است. بازداشت 18 کارمند یک نهاد امدادی در ولایت غور. مؤسسه مأموریت کمک بین المللی در اعلامیه می گوید که 18 کارمند این نهاد از سوی امارت اسلامی در ولایت غور بازداشت شده اند. بر بنیاد اعلامیه این نهاد، این کارمندان هفته گذشته در ولسوالی لعل و سرجنگل بازداشت شده اند. سه کارمند ما به تاریخ 3 سپتامبر و 15 کارمند دیگر ما به تاریخ 4 سپتامبر در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور بازداشت شده اند. ما هنوز دلیل بازداشت این کارمندان را نمی دانیم. این نهاد امدادی همچنان گفته که این کارمندان بازداشت شده به کابل انتقال یافته اند. مطمئناً وضع محدودیت و قیودات بالای فعالیت نهادهای امدادگر میتونه در قسمت کاهش روحیه امدادرسانی تاثیر مهم داشته باشه و فعالیت‌های امدادرسانی را نسبتاً متوقف بگردانه. انتظار میره از نهادهای مسئول در قسمت فراهم کردن هرچی بیشتر زمینه کمک رسانی به نهادهای امدادگر در رسیدگی به بحران بشری نقش خود را درست‌تر انجام بدن. امارت اسلامی اما تا کنون بازداشت کارمندان این نهاد بین المللی را تأیید یا رد نکرده است. سازمان امدادرسانی بین المللی IAM که یک سازمان غیر دولتی CVC است، از سال 1966 در افغانستان فعالیت دارد. این سازمان میگوید که تا هنوز بیش از 40 میلیون دلار در بخش‌های صحی، آموزش و توسعه جامعه در افغانستان به مصرف رسانده است. و در مهمترین های امروز جهان هم همزمان با سالگرد مرگ مهسا امینی، دختری که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران کشته شد، امریکا تحریم های جدید بر حکومت این کشور وضع کرده است. با گزارش اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور امریکا از تحریم های تازه بر برخی از فاجعه بارترین ناقضان حقوق بشر در ایران خبر داد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفته است که اوکراین به گسترده‌ترین شکل ممکن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. پوتین گفت که آمریکا بمب خوشه‌ای به اوکراین می‌دهد در حالی که استفاده از آن را جرم می‌داند و همچنان در پی دو فاجعه مرگبار در لیبیا و مراکش، مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل خواستار کمک جامعه بین‌المللی به این دو کشور شد. آقای گریفیتس این فاجعه را هشدار جدی تاثیر رویدادهای طبیعی دانست و تاکید کرد که رسیدگی به آسیب دیدگان باید در اولویت باشد. جزئیات بیشتر را در بسته خبری دنبال کنید. همزمان با سالگرد مرگ مهسا امینی، دختری که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران کشته شد، آمریکا تحریم‌های جدید بر حکومت این کشور وضع کرده است. با گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از تحریم‌های تازه بر برخی از فاجعه بارترین ناقضان حقوق بشر در ایران خبر داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا فهرست را منتشر کرد که در آن دست کم 22 تن و سازمان از جمله اعضای نیروی انتظامی و رئیس زندان‌های ایران در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی شامل تحریم‌های این وزارت شدند.
این وزارت همچنان خبرگزاری های فارس و تسنیم که گفته می شود وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند و پرس تیوی انگلیسی زبان تلویزیون دولتی این کشور را تحریم کرده است. رسانه های ایرانی به نقل از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران این تحریم ها را به تمسخر گرفته و آن را اقدامات تکراری خواندند. امیر عبداللهیان گفته است که گاه اوقات می بینیم که نام چند سال پیش در این لیست ها آمده است. در میان کسانی که شامل تحریم ها شدند 13 تن از مقام های ایرانی هستند که در قتل و بازداشت معترضان به مرگ مهسا امینی و سانسور اعتراضات آنان با قطع اینترنت دست داشتند. با این حال این 13مین دور تحریم های آمریکا در واکنش به سرکوب اعتراضات توسط ایران است که در هماهنگی با بریتانیا، کانادا، استرالیا و سایر کشورها انجام شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که ما در کنار شرکای بین المللی خود به اقدامات مناسب برای پاسخگویی به کسانی که حقوق بشر ایرانیان را سرکوب میکنند ادامه خواهیم داد. مهسا امینی با 22 سال سن در 16 سپتامبر سال 2022 بعد از بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد ایران در بازداشت جان باخت. او به این اتهام که گوی از مقررات حجاب الزامی در جمهوری اسلامی ایران سرپیچی کرده است بازداشت شده بود. مرگ مهسا امینی به اعتراضات گسترده انجامید که طی آن بر اساس آمارها دست کم حدود 500 معترض کشته و صدها تن دیگر راهی زندان شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفته است که اوکراین با گسترده‌ترین شکل ممکن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. پوتین گفت آمریکا بمب خوشه‌ای به اوکراین می‌دهد در حالی که استفاده از آن را جرم می‌داند. رئیس جمهور روسیه روز جمعه در دیدار با همتای بلاروس خود در سوچی گفت که آمریکا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را جرم می‌داند، اما از طریق نیروهای نیابتی خود در اوکراین از آنها استفاده می‌کند. دولت بایدن ماه اسد اولین بسته کمک نظامی که شامل مهمات خوشه‌ای بود را به اوکراین ارسال کرد. ولادیمیر پوتین میگوید واشنگتن سعی میکند هر مشکل را که با آن مواجه میشود از طریق زور، تهدید یا تحریم اقتصادی حل کند. رئیس جمهور روسیه در بخش دیگر از اظهارات خود شایعات مبنی بر این که کره شمالی قصد دارد سربازان خود را برای شرکت در جنگ اوکراین مستقر کند به اساس خواند. او گفت روسیه به اندازه کافی نیرو دارد و نیاز به دعوت از افراد خارجی در جنگ اوکراین ندارد. طبق گزارش‌ها جذب نیرو برای ارتش روسیه در تمام شهرهای این کشور در جریان است. در پی دو فاجعه مرگبار در لیبیا و مراکش، معاون دبیرکل سازمان ملل خواستار کمک جامعه بین المللی به این دو کشور شد. معاون دبیرکل سازمان ملل این فاجعه را هشدار جدی تاثیر بلایای طبیعی دانست و تاکید کرد که رسیدگی به آسیب دیدگان باید در اولویت باشد. این مقام سازمان ملل ضمن اشاره به فراهم کردن کمک‌های روانی اجتماعی برای نیازمندان در این کشور گفت که ما نیاز داریم که کمک مناسب در زمان مناسب برای افراد مناسب فراهم کنیم. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه افزود که در حال حاضر مردم در این کشورها به همبستگی برای فراهم کردن غذا، سرپناه و مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند. در پی زمین لرزه اخیر در مراکش بیش از 2900 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند و شمار زیاد دیگر هم ناپدید هستند. پادشاه این کشور دستور داده که 1 میلیارد درهم مراکشی برابر با 100 میلیون دلار برای کمک به نیازمندان فراهم شود. در همین حال از او انتقاد شده که خودش حضور چندان در همبستگی با زلزله زدگان نداشته است. او پس از زمین لرزه 17 سنبله تنها 3 بار در انذار عمومی دیده شده است. همچنین برآورد شده که در پی جاری شدن سیل مرگبار در لیبیا حدود 5000 تن کشته شده باشند. از آن جمله مرگ 3922 تن در بیمارستان ها ثبت شده است. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.